شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند و سرسری بود ماهیه. هرچی که بود، هرکی که بود، علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیداش شده بود. درود بر شما، من آنایتا هستم و این کانال ادبیات ماست. اکثر ما شازده کوچولو رو خیلی دوست داریم، چون داستانیه که با زبون کودکانه نوشته شده اما مفاهیم خیلی عمیق و مهم و بزرگی رو توی همون زبون بچگونه و عالم بچگی به خواننده تحویل میده. فروغ فرخزاد یه شعر خیلی زیبا داره به نام به علی گفت مادرش روزی، که این شعر هم دقیقا به همین سبک، یعنی با سبک ادبیات کودکانه نوشته شده اما پر از مفاهیم عمیق و قوی انسانیه. با هم بخونیمش. علی کوچیکه، علی بونگیر، نصف شب از خواب پرید، چشمشو هی مالید با دست، سه چهار تا خمیازه کشید، پاشد نشست. چی دیده بود؟ چی دیده بود؟ خواب یه ماهی دیده بود، یه ماهی انگار که یه کوپه دوزاری، انگار که یه طاقه حریر با حاشیه منجق کاری، انگار که رو برگ گل لال عباسی خام دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد صاف الماسی. همچی یواش همچی یواش خودشو رو آب دراز میکرد که باد بزن فرنگیاش صورت آب و ناز میکرد. بوی تنش بوی کتابچه های نو، بوی یه صفر گنده و پلوشی دو، بوی شبای عید و آشپزخونه و نظری پزون، شمردن ستاره ها تو رخت خواب رو پشت بون، ریختن بارون رو آجر فرش حیات، بوی لواشک بوی شکلات. انگار تو آب گوهر شب چراغ می رفت، انگار که دختر کوچیکه شاپریون تو یه کجاوه بلور به سیر باغ و راغ می رفت. دور و برش گل ریزون، بالای سرش نور بارون. شاید که از طایفه جن و پری بود ماهیه، شاید که از اون ماهیای ددری بود ماهیه، شاید که یه خیال تند و سرسری بود ماهیه. هرچی که بود، هرکی که بود، علی کوچیکه محو تماشاش شده بود، واله و شیداش شده بود. همچی که دست برد که به اون رنگ روون نور جوون نقره نشون دست بزنه، برق زد و بارون زد و آب سیاه شد، شکم زمین زیر دل ماهی وا شد. دست گلا دور شدن و دود شدن، شمشای نور سوختن و نابود شدن. باز مثل هر شب رو سر علی کوچیکه دستمال آسمون پر از گلابی، نه چشمه‌ای نه ماهی نه خوابی. باد توی بادگیران نفس نفس میزد، زلفای بید و میکشید، از روی لنگای دراز گلاغا چادر نماز کدریشو پس میزد. رو بند رخت پیرنزیرا و عرقگیرا دست میکشیدن به هم دیگه و حالی و حالی میشدن، انگار که از فکرای بعد هی پر و خالی میشدن. سیر سیرکا سازا رو کوک کرده بودن و ساز میزدن. همچی که باد آروم میشد، قورباغا از ته باغچه زیر آواز میزدن. شب مثل هر شب بود و چند شب پیش و شبهای دیگه. آما علی تو نخ یه دنیای دیگه. علی کوچیکه سحر شده بود، نقره نابش رو میخواست، ماهی خوابش رو میخواست. راهاب بود و غرغر آب، علی کوچیکه و حوض پر آب. علی کوچیکه، علی کوچیکه، نکنه تو جات وول بخوری، حرفای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری. تو خواب اگه ماهی دیدی خیر باشه، خواب کجا، حوض پر از آب کجا. کاری نکنی که اسمتو توی کتابا بنویسن سیاه کنن تل اسمتو.
آب مثل خواب نیست که آدم از این ورش فرو بره از اون ورش بیرون بیاد، تو چهارراهش وقت خطر صدای سوت سوتک پاسبون بیاد. شکر خدا پات رو زمین محکمه، کور و کچل نیستی علی، سلامتی، چیچیت کمه؟ میتونی بری شابدل از این ماشین دودی سوار بشی، قد بکشی، خال بکوبی، جاهل پامنار بشی. حیف آدم این همه چیزای قشنگ رو نبینه، الا کلنگ سوار نشه، شهر فرنگ رو نبینه. فصل حالا فصل گوجه و سیب و خیار و بستنیست، چند روز دیگه تو تکیه سینه زنیست. ای علی، ای علی دیوونه، تخت فنری بهتره یا تخته مرد شورخونه؟ گیرم تو هم خودتو به آب شور زدی، رفتی و اون کولی خانومو به تور زدی. ماهی چیه؟ ماهی که ایمون نمیشه، نون نمیشه، اون یه وجب پوست تنش واسه فاتی تنبون نمیشه. دست که به ماهی بزنی از سر تا پات بو میگیره، بود تو دماغا میپیچه، دنیا ازت رو میگیره. بگیر بخواب، بگیر بخواب که کار باطل نکنی، با فکرهای صد تا یقاس حل مسائل نکنی. سرتو بذار رو نازبالش، بذار به هم بیاد چشت، قاچ زین و محکم چنگ بزن که اسب سواری پیش کشت. حوصله آب دیگه داشت سر میرفت، خودشو میریخت تو پاشوره در میرفت، انگار میخواست تو تاریکی داد بکشه آهای زکی. این حرفا حرف اون کسو نیست که اگه زد و یه بار تو عمرشون یه خواب دیدن، خواب پیاز و ترشی و دوغ و چلو کباب دیدن. ماهی چی کار به کار یه خیک شکم تاغار داره؟ ماهی که سهله، سگش هم از این تاغارا آر داره. ماهی تو خواب میچرخه و ستاره دستچین میکنه، اون وقت به خواب هر کی رفت خوابشو از ستاره سنگین میکنه، میبرتش، میبرتش از توی این دنیای دل مرده چار دیواریا، نغنغ نحس ساعتا، خستگیا، بیکاریا، دنیای آشرشته و وراجی و شلختگی، درد قلنج و درد پرخوردن و درد اختگی، دنیای بشکن زدن و لوسبازی، عروس دوماد بازی و ناموس بازی، دنیای هی خیابونا رو الکی گز کردن، از عربی خوندن و یه لچک به سر حس کردن، دنیای صبح سحرا، تو توپخونه تماشای دار زدن. نصف شبا رو قصه آقا بالا خان زار زدن. دنیایی که هر وقت خداش تو کوچه ها پا میذاره، یه دست خاله خانباجی از عقب سرش، یه دست قد داره کش از جلوش میاد. دنیایی که هر جا میری صدای رادیوش میاد. میبرتش، میبرتش از توی این همبونه کرم و کسافت و مرز، به آبیای پاک و صاف آسمون میبرتش، به سادگی کهکشون میبرتش. آب از سر یه شاپرک گذشته بود و حالا داشت فروش میداد. علی کوچیکه نشسته بود کنار حوض، حرفای آب گوش میداد، انگار که از اون تحتها، از پشت گلکاری نورا، یه کسی صداش میزد. آه میکشید، دست عرق کرده و سردش رو یواش به پاش میزد، انگار میگفت یک، دو، سه، نپریدی؟ من توی اون تاریکی های ته آبم به خدا، حرفم رو باور کن علی، ماهی خوابم به خدا، دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن، پرده های مرواری رو این رو اون رو بکنن، به نوکرای با وفام سپردم، کجاوه بلورم هم آوردم، سه چار تا منزل که از اینجا دور بشیم به سبز زارا و یه همیشه سبز دریا میرسیم، به گله ها و یه کف که چوپون ندارن، به قصرهای صدف که پایون ندارن. یادت باشه از سر راه 7-8 تا دونه مرواری جمع کنی که بعد باهاشون تو بیکاری یه قلدقل بازی کنی. ای علی، من بچه دریام، نفسم پاک علی، دریا همونجاست که همونجا آخر خاک علی. هر کی که دریا رو به عمرش ندیده از زندگیش چی فهمیده؟ خسته شدم، حالم به هم خورده از این بوی لجن، انقدر پا به پا نکن که دوتایی تا خرخره فرو بریم توی لجن. بپر بیا، وگرنه علی کوچیکه مجبور میشم بهت بگم نتونم.
آب یهو بالا اومد و هلوفی کرد و تو کشید، انگار که آب جفتشو جست و تو خودش فرو کشید. دایره های نقره‌ای توی خودشون چرخیدن و چرخیدن و خسته شدن. موجا کشاله کردن و از سر نو به زنجیرهای تعهد بسته شدن. قل 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 تلاب تلاب، قل 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 تلاب تلاب. چرخ می زدن رو سطح آب، تو تاریکی چند تا حباب. علی کجاست؟ تو باغچه. چی می چینه؟ آلوچه. آلوچه باغ بالا، جرأت داری؟ بسم الله. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید، لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، به من انرژی بدید با کامنت های زیباتون، من حتماً جواب میدم. مراقب خودتون باشید، بوس بری ماهتون. زندگی بود بکنه.